حضرت امام همین محرومیت زدائی بود برای محرومیت زدائی قبل از اینکه طرحهای اقتصادی داشته باشید مهمترین بحثش این است که این نگاه رو داشته باشید آیا قائل هستید به محرومیت زدائی یا نه یکی از مشکلات که ما در سالهای گذشته داشتیم این است که در نگاه اقتصادی مردم و محرومین در اولویت نبودند یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد این است که ما اگر صحبت از جمهوری اسلامی و جمهوریت که یادگار بزرگ حضرت امام است می کنیم این است که جمهور مردم رو در اقتصاد هم توجه داشته باشیم موقع رای گیری با هلیکوپتر هم شده میبریم که رأی مردم رو بگیریم اما آیا در اون روستاهای دور افتاده این کار رو میکنیم که اون چیزی که حق مردم است در جنبه های اقتصادی به اونها برسد یا نرسد که حالا من این رو باز مفصل تر در همین جلسه توضیح خواهم داد که اگر شما این نگاه رو نداشته باشید به یک سری کارهای نمایشی رو خواهید آورد که اون کارهای نمایشی کار برای مردم نخواهد برای محرومیت زدایی باید طرح داشت برنامه داشت اما قبل از طرح و برنامه باید باور و اراده داشت اما اون چیزی که ما در این زمینه داریم چند طرح اساسی است که حتما باید انجام بشود تا مردم محرومیت به حداقل خودش برسه یکی این است که باید حق مردم رو در عرصه های مختلف به ویژه در اون سهمی که از مصرف انرژی دارند به اونها داده بشود ما در طرحی تحت عنوان طرح وان یا واحد انرژی این رو تعریف کردیم کاملا اجزاش رو دنبال کردیم که به مردم این حق داده بشود طرح دوم طرح سبد غذایی است در این طرح اینگونه است که مردم باید آهاد جامعه ما در روز 2500 کیلوکالری حتی اقل. به اونها اون انرژی لازم اون قضاهای لازم برسد اون هم در یک طیفی از قضاها که بر این اساس یک برنامه تهیه شده است که چگونه باید این به خوبی توضیح بشود که متاسفانه آماری که امروز در اثر سیاست هایی که همین عدم نگاه به محرومین است متاسفانه شاهد هستیم که به مردم نمیرسد. اگر ما صحبت از محرومیت زدایی می کنیم فقط در بحث های حقوق اولیه نیست در بحث های تفریح و سلامت مردم هم هست یک طرح مفصل سالی داریم درباره موضوع سفر که چگونه با همین امکانات فعلی با همین بودجه فعلی می توان مردم رو از سفر برخوردار کرد بله. تا تحکیم خانواده صورت که. بگیرد و آخرین بحث هم طرح سلامت خیلی مجرد.